خود باران است. همتی کن اگرت جرأت طوفان مانده. سر به تیریم ولی تن به تباهی ندهیم. این همانی است که از پیر جماران مانده. هاشمی نیست اگر حسن حسن را داری، او بهاری است که در پشت زمستان مانده. بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. من روزنامه‌نویس هستم، کارشناس رسمی دادگستری هستم. فرهنگی هستم، خانه دار. من راننده، من دانشجو هستم. انتخابات اگر ببینم نماینده کارگرا از نظر طبقاتی که بتونه منافع ما را تأمین بکنه چرا شرکت میکنیم؟ ممکنه بگی که رئیس جمهور باید چه صفاتی داشته باشه، چطوری باید باشه؟ رئیس جمهور باید انقلابی باشه، بیکاری رو بین ببره، به مستضعفین و بیچاره ها رسیدگی کنه، یعنی از لحاظ کشاورزی، صنعت، فضیلت اخلاقی داشته باشه، قابلیت داشته باشه، تمام اون گرفتاریای مردم، تمام اون گرفتاری مملکتون برطرف بشه. دیده باشیم که این در عمل قدن چیا گفت و چیا کرده که یه شعار دادن نباشه. فقط کارگرا خیلی هستن بیکارن، هر کی کار خودش مشغول بشه. من انتظار دارم که شغلم باصنای فروشی نباشه، یعنی کارگری هم بکنم واقعا کار باشه بکنم، نه اینکه یه جوان 22 سال سنمه باز کنه بفروشم. مردم عزیز ایران، من با آگاهی از همه مشکلات و خطرات، با همه توان و آبرویم آمده ام تا با دولت تدبیر و امید و با گفتمان نجات اقتصاد کشور، احیاء اخلاق جامعه و تعامل سازنده با جهان، راستی و درستکاری را به مردم عرضه کنم. در زمستان فرهنگ، سیاست و اقتصاد هستیم که هوا بس ناجوان مردانه سرد است. حسن روحانی در سال 1327 به دنیا آمد. 12 ساله بود که تحصیل علوم دینی را شروع کرد. در سال 1347 دیپلم گرفت و سال بعد وارد دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق قضایی مدرک کارشناسی گرفت. اولین باری که من امام رو زیارت کردم در منزل ایشون در سال 1340 بود. دکتر روحانی در ادامه این مسیر به انگلستان رفت و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه کالدونیان گلاسکو به سرانجام رساند. در ماهایی که امام در نوفلشاته بودن، که من گاهی اونجا بودم، گاهی هم در کشورهای مختلف اروپایی برای سخنرانی بودم، به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات از اداره دوم امنیت کشور، شماره گزارش 21-60-32، تاریخ گزارش 18 مهر 2536 شاهنشاهی، موضوع سخنرانی دکتر حسن روحانی. دکتر حسن روحانی بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام سخنرانی کرد. علت اینکه جمعیت زیادی پای منبرش جمع می‌شوند چند چیز است.
یکی این که کلمه دکتر جلوی اسمش دارد، دوم این که از طرفداران سرسخت دکتر علی شریعتی، سوم این که در آخر منبرش روحانیون اظهار میکند خدایا مراجع ما را مخصوصا مرجع عالی قدرمان را در پناه قرآن حفظ کن، که این جمله مرجع عالی قدرمان منظورش خمینی است. شماره گزارش 21-60-36، تاریخ گزارش 18 مهر ماه 2536 شاهنشاهی، موضوع سخنرانی دکتر حسن روحانی. مجلس ختم مصطفی خمینی در مسجد ارک برگزار شد. آقای حسن روحانی سخنرانی مجلس را به عهده گرفت. در جلوی در ورودی مسجد مطالبی را متحری دکتر مفتح و بازرگان به او گفتند و سپس چند شعار علیه دولت داده شد. روحانیت شیعه یعنی روحانیتی که در پست مراقبت است، یعنی روحانیت بیدار، یعنی روحانیت مسئول. من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی. دکتر روحانی 5 دور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بود. ما از پیش از انقلاب در جریان مبارزات ایشون بودیم و شاید اولین کار رسمیمون رو با هم در مجلس داشتیم که حقیقتا در مجلس کمک می‌کردن به برنامه‌های مجلس. آقای دکتر روحانی، دکتر روحانی در دوره‌های اول و دوم رئیس کمیسیون دفاع و در دوره‌های چهارم و پنجم علاوه بر ریاست کمیسیون سیاست خارجی نایب رئیسی مجلس را نیز عهده‌دار بود. آشنایی با مطالبات مردم و تجربه قانونگذاری حاصل 20 سال حضور او در مجلس شورای اسلامی است. گروهی از دوستان معتدل که اون موقع خیلی کم گیر می‌آمدند گروه اقلا رو تو مجلس تشکیل داده بودن و یکی از جاهایی که خیلی تعدیل میکردن در سیاست‌های جنگی بود که شاید بی تأثیر هم نبودن در خاتمه جنگ و شاید نه حتما تأثیر داشتن. کسی حق ندارد در مقام اعلان اسلحه صلاحیت صالحان را زیر سوال قرار دهد. اگر کاندیدای مورد نظر ما پیروز شود ولی خدای ناکرده به اخلاق اسلامی جامعه، وحدت ملی و اعتماد عمومی لطمه‌ای وارد کنیم، همه ما شکست خوردیم. دکتر روحانی که پس از پیروزی انقلاب به همراه مقام معظم رهبری مسئولیت ساماندهی ارتش و پادگان‌های از هم پاشیده را داشت، با آغاز جنگ تحمیلی افتخار دفاع از مرزهای کشور در برابر تجاوز بیگانه را نیز پیدا کرد. در دفاع مقدس، خب من هم رئیس کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی بودم، چون اولین رئیس کمیسیون دفاع خود مقام معظم رهبری بودم. از سال 62 من معاون فرماندهی جنگ بودم، از سال 64 رئیس ستاد جنگ بودم و از اواخر سال 64 هم فرمانده پدافند هوایی بودم. ای خوزستان، ای ایلام، ای کرمانشاه، ای آذربایجان غربی، ای کردستان، ای جای جای جبهه، تو شاهدی که این سرداران از این قرارگاه به اون قرارگاه، از این خط مقدم به اون خط مقدم، از این پایگاه به اون پایگاه، از این مرکز به اون مرکز دویدن، با افتخار دویدن. من خودم در دوران مسئولیت دفاعیم خیلی از آقای دکتر روحانی بهره می بردم. ایشون در تقریبا همه سفرهای جنگی من که به مناطق می رفتم با هم بودیم و همه مسائل فرماندهی رو، مسائل جنگ رو با هم بررسی می کردیم، تصمیم می گرفتیم.
سیاست‌های کلی ما در عرصه امنیت و نیز در عرصه‌های دیگر با لحاظ مسئله امنیت امری بود است که عمدتاً در دبیرخانه و با محوریت نظر و فکر، تجربه و همه جانب نگری جناب آقای روحانی تدوین شده. و دکتر حسن روحانی پس از 8 سال دفاع مقدس و بازبینی قانون اساسی با حکم رهبری به همراه مرحوم سید احمد خمینی به عنوان نمایندگان ایشان در شورای عالی امنیت ملی منصوب شدند و با حکم رئیس جمهور وقت آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان دبیر این شورا آغاز به کار کرد. دبیرخانه رو ما از نقطه صفر شروع کردیم. آقای دکتر روحانی شخصیت استراتژیکی برای انقلاب، نظام، گذشته و آینده کشورم که قدرشون خیلی معلوم نیست برای جامعه، چون نوع کارهاشون همیشه از نوع کارهاییست که زیاد گفتنی نبوده. دبیرخانه محترم شورای عالی امنیت ملی که خود جایگاه و پایگاه حضور اندیشه های سنگین و قابل اعتماد نظام در اونجا بودن که خود جمع‌آوری این اندیشه ها و سلیقه ها و تجربه ها کار مهمی بود که از عهده‌اش جناب آقای دکتر روحانی برمی آمدن. ما قبل از هر کشوری پیشبینی کردیم که صدام به کشورهای منطقه حمله خواهد کرد. من شاهدم در لااقل 8 سالی که بودم چه مواردی بوده است که میتونست بحران بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و جلوگیری شده و در بسیاری از موارد بحران یا تهدید به فرصت تبدیل شده است. وقتی متحدین به منطقه آمدن به اصطلاح برای بیرون راندن صدام از کویت، یک تحلیل در داخل کشور این بود که آمریکا و متحدان به بهانه عراق برای حمله به ایران آمدند. پیشبینی ها و طرح‌هایی داشتند که اگر یکی از اونها عمل می‌شد، آتش جنگ در داخل کشور ما شعله‌ور شده. برخی دیگر تحلیل می‌کردند به این که ما باید بریم کنار صدام حتی بایستیم و با آمریکا بجنگیم، این بهترین فرصت ماست. اون نهادی که به دقت مسئله رو تحلیل کرد، بررسی کرد، گفت این تحلیل که آمدن ائتلاف برای حمله به ایران درست نیست، این تحلیل که ما در کنار صدام بایستیم ناصحیحه و موضع بی‌طرفی رو اعلام کرد، شورای عالی امنیت ملی بود. دکتر با تدبیر خودش میتونست اینا رو مدیریت کنه و نتیجه نهاییش اون شد که ما تهدید رو دور کردیم، اهدافمون رو به دست آوردیم بدون اینکه در ماجراجویی صدام شریک بشیم. در بحث هسته‌ای که خب سرصدا از تابستون 1381 شروع شد، منجر شد به سفر آقای البرادعی به تهران در اسفند سال 1381. رفتم خدمت مقام معظم رهبری، ایشون فرمود خذها به قوه، شما این رو بگیرید و با قدرت همین کار رو ادامه بدید. فلانی این بار رو دوش منه، بگیر رو دوش خودت. من آمدم از خدمت ایشون بیرون، به حیات دفتر که رسیدم یه نگاهی به آسمان کردم، گفتم خدایا امشب شبی است که من آبروم با تو معامله کردم. تو همین قضیه هسته‌ای من به خود ایشون همون روز عرض کردم ظرافت‌های دیپلماسی رو کاملا رعایت کردم. ایشون به صراحت گفتن که من شبی نبوده که به اسم شما رو دعا نکنم. به خصوص از شخص آقای دکتر روحانی که ایشون یک تجربه خیلی خوبی رو پیش چشم ما گذاشتن از یه مدیریت پخته عاقلانه متینی و مستمری در طول این سالهای متمام. من خوشحالم کشور رو از جنگ دور کردم، از تحریم دور کردم، از شورای امنیت دور کردم. از سال 1367 تا 84 که من در کنار این فناوری بودم، روزهای سختی رو ما گذراندیم. از اینکه من تونستم
فرصتی رو فراهم کنم تا این فناوری کامل بشه، از اینکه من موفق شدم صلح‌آمیز بودن فعالیت‌ها رو در شورای حکام آژانس با اتفاق آرا بگیرم، احساس غرور میکنم، احساس افتخار میکنم. جناب آقای روحانی واقعا گفتگو کننده بسیار واردی بود، شم گفتگو رو داشت و میدونست چیکار داره میکنه و اهل مشاورت هم بود. ایشون استراتژی خودشون رو داشتن. من یادم تأکید میکنم ما باز تمام تلاش خودمون رو بکنیم که پرونده به شورای امنیت نره. رابطه‌ای که دکتر روحانی تونست با اروپایی ها پیش ببره و فرصت‌هایی که برای کشور ایجاد کرد، تهدید رو از ما دور کرد و این رابطه کمک کرد به اینکه اروپایی‌ها به ما اطمینان بدن که وتو خواهند کرد اگر بر علیه ایران در شورای امنیت تصمیمی اتخاذ بشه. این یعنی رویارویی کشورهای عمده اروپایی با ایالات متحده و این تدبیر دکتر روحانی است. چرا باید رابطه ما با دیگر کشورها اینطور قفل بشه؟ یه زمانی بود وزرای خارجه اروپا صف می‌بستن برای اینکه به دیدن ما بیان. یه موقعی ترویکا، یعنی هر سه وزیر خارجه اروپا با هم به تهران اومدن. دکتر روحانی و تیم دیپلمات همراه او در مدت 22 ماه اداره این پرونده توانستند با جلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دولت‌های غربی را وادار کنند تا حق دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای را به رسمیت بشناسند. هر جا نیاز ضروری داشتیم تعلیق نپذیرفتیم. یادتون نره قطعنامه شهریور سال 82 این بود که ایران همه چیز رو تعلیق باید بکنه و ما ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها که قطعنامه به ما میگفت تعلیق کنید، ما تعلیق نکردیم. چرا؟ چون سانتریفیوژ آماده کم داشتیم، ایستادگی کردیم. ولی اون جایی که تزریق گاز بود، فناوری ما کامل شده بود، تعلیق قبول کردیم. چرخه سوخت در دوره ما کامل شد، اما خیلی عادت به جشن و پایکوبی نداشتیم. ما بیشتر به پایمردی معتقد بودیم. خیلی قشنگه سانتریفیوژ بچرخه، به شرط اینکه کشور هم بچرخه. اما اگر بنا باشه سانتریفیوژ بچرخه و کل کشور بخوابه، یعنی یک کارخونه نتنز رو راه بندازیم و صدها کارخونه ما به خاطر نداشتن قطعات، مواد اولیه و تحریم دچار مشکل بشه که یا بخوابه یا 20% کار بکنه، این رو ما نمی‌پسندیم. مردم میپرسند چرا قطر بیش از دو برابر ما از منبع مشترک گازی گاز استخراج کنه و استفاده کنه و مردم ما محروم باشن. مردم میگن که حق مشارکت ما، احترام ما فقط هفته های قبل انتخاباته. مردم میپرسند که آیا ما از حقوق شهروندی برخوردار نیستیم؟ مردم میگن همه ما ایرانی هستیم، همه شهروندیم، باید در حقوق شهروندی همه مساوی باشیم، تفاوتی نداریم، این حزب اون حزب، این فکر اون فکر، با قانون اساسی ما، با چارچوب معیارهای انسانی ما سازگار نیست. مردم میپرسن که آیا تو خیابون باید جواب هر کس رو بدیم؟ لباس شخصی کی هست؟ مردم میپرسن بچه‌های ما برای اینکه بتونن زندگی روزمره خودشان رو بگذرانن، باید برن اروپا تو بنزین فروشی‌ها کار بکنن؟ مردم تشنه آن هستن که همه چیز شفاف باشه در این کشور. مردم تشنه صداقت هستن. اولین مسئله‌ای که برای مردم بسیار مهمه در اقتصاد و دنبال راه حلش هستن، بحث گرانی هست. ما می‌بینیم در عرض 8 سال قیمت کالاهای اساسی چیزی حدود 300% افزایش پیدا کرده. در همین یک سال اخیر تورم ما بالای 31%. این که میبینیم نقطه به نقطه تورم ما در پایان سال بالای 40% هست. تورم اگر بحث ماهانه بود قبلا یا دو هفته یه بار بود، کم کم شد روزانه و حالا اخیرا ساعتی هم شده. بالاترین وزارتخونه ما از لحاظ اقتصادی که نفت هست، 4 بار وزیرش عوض شد. وزارتخونه اقتصادی ما، اقتصاد دارایی ما، 3 بار وزیرش عوض شد. از دستگاه امنیتی و نظامی ما گرفته تا حوزه های علمیه ما، تا بخش های فرهنگی ما، به همه گفتیم این کارخونه مال شما، شما برید اینه در بیارید و خرج بکنید. اقتصاد کشور
داره به مدیریت ضعیف و به سیاست خارجی ضعیف متاسفانه یارانه پرداخت میکنه. آینده به حضور ملی زنان محتاج، این حرفی است که نه گزافه است و نه اضافه. علی‌رغم شعارهایی که داده میشه در این زمینه که ما زنها رو ارزشی میخواهیم و یا اینکه حضورشون رو در جامعه میطلبیم، ولی در عمل عملکردی که مسئولین نشون میدن برخلاف اون هست. دختران جوان شرایط برای زندگی ایدئال براشون فراهم نیست. مسئولیتشون بیشتره، دستمزدشون کمتره و شرایط فعالیت‌های اجتماعیشون هم قوی و مناسب نیست. کلیه طرح‌ها و برنامه‌ها میخواد مثلا خانم‌ها رو سوق بده داخل خونه. مثلا فرماندار بوشهر بگه ما منشی زن نمی‌خوایم، یا یکی از عزیزان دیگه بگه دانشگاه‌ها رو حتما ما باید تک جنسیتی کنیم. نتیجه‌اش این میشه که نسل جوونی که دانشجوی من هست میگه که شما که به جایی نرسیدید، ما اصلا نمیخوایم، ما میریم دنبال غربیا. حالا غیر از این که تحقیر میشن، غیر از این که بهشون اعتماد وجود نداره، غیر از این که متهمن همواره به این که شما باعث شدید که فساد تو جامعه باشه. حرف اصلی رفع تبعیضه. رفع تبعیض در اجرا و عمله، در کنش. تحول در اجبار به وجود نمیاد، تحول در آزادی به وجود میاد، در حق انتخاب به وجود میاد. ما اگر حضور زنان را در جامعه ارج ننهیم و زنینه را برای حضور آنها در فعالیت‌های مختلف فراهم نکنیم، معنایش آن است که از بسیاری از متخصصین و مدیران ارزشمند در جامعه محروم شدیم. در دولت آینده در همه عرصه‌های اجتماعی تبعیض میان مردان و زنان برداشته خواهد شد. زنده باد عظمت و بزرگی زنان جامعه ما. دولت کارآمد میتواند مشروعیت را تقویت کند و دولت ناکارآمد میتواند مشروعیت نظام را تضعیف کند. حذف یک جناح، حذف یک گروه، حذف آزادی خواهان و منتقدان امکان پذیر نمی باشد. دبیرخانه شورای امنیت ملی با نهادهای از دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های دولتی سر و کار داره که کنار هم نشوندن اینها، به اتفاق رسوندن اینها و جمع‌بندی کردن به طوری که مورد قبول واحدهای نظامی، واحدهای امنیتی، واحدهای اقتصادی و دولت باشه، کار بسیار پیچیده و ظریفیه که روحانی به خوبی این کارو مدیریت میکنه. اگر دولت بیاد اقتصاد رو به مردم واگذار کنه و فقط وظایف نظارتی و حمایتی و سیاستی خودش رو اعمال بکنه و از طرف دیگر اقتصاد ما باید صادراتی بشه، اگر بتونیم دانشگاهمون رو با صنعتمون متصل بکنیم، ما میتونیم در زمینه نوآوری حرکت خوبی داشته باشیم. ایران روزهای حساسی را میگذراند. حساسیت به سبب چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حساسیت به خاطر تحریم‌ها، حساسیت به خاطر معضلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی و حساسیت به خاطر سوء مدیریت ها. فکر میکنم من برگردوندن کار به اهلش یه کار لازمه. خیلی از آدمایی که در صندلی های حرفه ای کشور نشستن باید برن سر کارهای خودشون. به قول نظامی ها باید یه به جای خود بدیم و هر کی برگرده سر کار خودش. همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند. عدالت یعنی فرصت برابر. مردم عزیز ایران، دولت تدبیر و امید، دولت صلح، سلام و آشتی خواهد بود. آشتی با نخبگان، اساتید، مدیران لایق، آشتی با مردم، آشتی با جهان، جهت پایان فشارهای ظالمانه بر ملت ایران.
سلام ما بر ایران، ایرانی که امروز چهرش غبارآلود است. قصه ها پر از سکوتن، پر دردن، پر رنجن، قصه ها میگن تو دنیا آدم ها دنبال گنجن. آدم هایی رو کنار گذاشتن، به افرادی تهمت زدند، دل انسان آتش میگیره. فرمان عملیات خیبر را با رمز مقدس یا رسول الله داده میکنم. قصه دروی سکه، قصه شیشه و سنگ، مایه حیات دنیا یه بهونه واسه جنگه. میونه شعله و دوده، آدمی که بیگناهه تو خودش داره میسوزه، تلایی که رون سیاهه. آمدم برای نجات اقتصاد ایران و تعامل سازنده با جهان و احیاء اخلاق جامعه، دولت تدبیر و امید را تشکیل دهد. تو نگاه تیر و ترکش دلشو گذاشت و خوندا، تا به نامردای عالم معنی مردو نشوندا. رگ پاره زمین و گرزد با چنگ و دندون، دل به دریا زد و گم شد تو بساط آتیش و خون. قصه یه دروی سکه، قصه یه شیشه و سنگه، مایه یه حیات دنیا یه بهونه واسه جنگه. حالا خیلی وقت دریا ساکته، اما امونه رو لبش خنده یه موجه، دلش اما پر خونه. من دولت راستگویان و درست کاران را تشکیل خواهم. پاشو از کنار ساحل، بس هرچی گریه کردی دوباره بیا تو میدون، حالا تو مرد نبردی. به خصوص از شخص آقای دکتر روحانی که ایشون یک تجربه خیلی خوبی رو پیش چشم ما گذاشتن، از یه مدیریت پخته عاقلانه. آقای دکتر روحانی شخصیت استراتژیکی برای انقلاب، نظام، گذشته و آینده کشورم. من شاهدم در لااقل 8 سالی که بودم چه مواردی بوده است که میتونست بحران بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و جلوگیری شده. کار مهمی بود که از عهده‌اش جناب آقای دکتر روحانی برمی آمدند.